از عربستان سعودی تا عربستان بن سلمان تاریخ نگارانی که وقایع امروزین عربستان سعودی را ثبت می کنند سرفصل جداگانه ای را برای روز چهارم نوامبر 2017 اختصاص خواهند داد ده تن از شاهزادگان سعودی و سرمایه داران بزرگ عربستان برای مشورت با ولیعهد محمد بن سلمان به هتل ریتز کارلتون دعوت می شوند خودروهای حامل این بزرگان بعد از ورود به پارکینگ هتل پنج ستاره ریاض توسط مأموران امنیتی متوقف و سرنشینان دان درشت آنها بازداشت می شوند. دستگیری عمرای سعودی موج رسانه بزرگی در جهان به راه میاندازد و این موج بزرگ ثابت می کند که تحولات داخلی عربستان سعودی کشوری که در بعد سیاسی مهمترین کشور عربی است و در بعد اقتصادی بزرگترین تولید کننده ی نفت جهان به شمار می نتایج تأثیر گذاری در خاورمیانه و جهان خواهد داشت. حيث أكدت مصادر 11 princes. در عرض یک شب یازده شاهزاده و چهار وزیر دولت به علاوه تعداد زیادی از مقامات قبلی این کشور به حکم کمیته ضد فساد بازداشت شدند کمیته که تنها چند ساعت قبلتر توسط خود بن سلمان ولیعهد عربستان تشکیل شده بود خبرگزاری دولتی عربستان میگه این کمیته قدرت صدور قرار بازداشت و ممنوع خروش کردن متهمان رو داره به گزارش الشرق الاوسط تا کنون بیش از دویست نفر دستگیر شدند و هیئت رسیدگی به فساد اقتصادی که ملک سلمان اداره آن را به ولی عهد یعنی پسرش محمد بن سلمان واگذار کرده است بیش از 9000 حساب به ارزش 800 میلیارد دلار را بلوکه کرده است اما این افراد چه کسانی هستند؟ به غیر از ده تن از سرمایهداران بزرگ عربستانی و تعداد زیادی از وزرای کنونی مانند عبدالعزیز ابن سعود اسامی یازده تن از شاهزادگان معروف و با نفوذ سعودی در میان بازداشتگان دیده میشه این شاهزادگان مانند متعب ابن عبدالله فرمانده سابق گارد ملی عربستان و ترکی ابن عبدالله امیر ریاض ولید ابن تلال چهارمین میلیاردر جهان عبدالعزیز ابن ترکی و تعداد دیگه از شاهزادگان همگی اموزاده های محمد ابن سلمان هستند که حالا تحت بازجویی قرار دارند. اگر به این لیست دو فرزند مقرن بن عبدالعزیز برادر ملک سلمان و ولیعهد سابق عربستان به اسمهای منصور بن مقرن و ترکی بن مقرن و عبدالعزیز بن فهد فرزند ملک فهد را که در شش ماه گذشته کشته و مفقود شدند را اضافه کنیم متوجه عمق تحولاتی می شویم که در عربستان در حال رخ دادن است با وجود اینکه ادعا شد منصور بن مقرن در سانه هوایی کشته شد روزنامه یدیوت اهرانوف اسرائیلی خبری منتشر کرد که مدعی بود منصور پس از آغاز موج بازداشت ها قصد فرار داشت که هلیکوپتر حامل وی توسط جنگنده سعودی هدف قرار گرفت درباره سرنوشت ترکی بن مقرن که یک هفته بعد از عید فطر امسال ناپدید شد نیز گزارش های زد و نقیزی وجود دارد اما تویتر نویس مشهور عربستانی به اسم مجتهد که به افشای اطلاعات داخل خاندان پادشاهی معروف است ادعا می کند ترکی پس از سوء قصد ناکام به ولیعهد محمد بن سلمان بازداشت شده و از آن زمان هیچ خبری از او در دسترس نیست اگر همه این نام ها را در یک کفه ترازو قرار دهیم به سختی خواهد توانست با نام محمد بن نایف بن عبدالعزیز ولی اهد معزول در کفه دیگر ترازو برابری کند که در حال حاضر بسیاری از وابستگان وی بازداشت، حسابهای بانکیش مسدود و خود نیز در اقامت اجباری قرار گرفته است منابع خبری گزارش دادند که این افراد در حال حاضر در وضعیت وخیمی به سر میبرند میدل ایستای گزارش داد که متعب ابن عبدالله در حین بازجویی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و به بیمارستان منتقل شدند. گفته میشه شرایط جسمانی ولید ابن تلال خیلی بد شد و اون رو وارد بخش مراقبت های ویژه کردن ولید ابن تلال یکی از متمول ترین تجار خاورمیانه است و تو شرکت های اپل، توییتر و چندین هتل زنجیری سرمایه گذاری کرده شاهزاده ای که به گزارش مجله فوربس 45 ثروتمند جهان شناخته شده. اهداف بازداشت چیست؟ ادعای مبارزه با فساد اقتصادی از سوی ولی اهدی که به گزارش نیویورک تایمز در تابستان گذشته یک کشتی تفریحی به ارزش 500 میلیون یورو را از یوری شفلر میلیاردر روس خریداری کرده است بیشتر شبیه به یک شعار برای سرپوش گذاشتن برای اهداف اصلی است از طرف دیگر برای حکومتی که برای دهها سال سلطه سیاسی و اقتصادی را بر اساس وابستگی خونی به عبدالعزیز آل سعود گذار عربستان سعودی توضیح شده است دستگیری صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی در قالب شعار مبارزه با فساد قابل توجیه نیست طبیعیه که سرکوب مخالفان برای پادشاهی ولیعهد 32 ساله که قرار دهها زمام عربستان رو به عهده بگیره یه سلی اساسی به شمار میره اما به نظر میرسه تصاحب قدرت سیاسی در نفخیزترین کشور دنیا برای حکومت کردن به تنهایی کافی نیست اینکه ولیعهد به دنبال تغییر عربستان تردیدی در اون نیست یکی دیگر از اهداف ولیعهد از بازداشت‌های اخیر کنترل قولهای رسانه‌ای روتانا و ام بی سی است که صاحبان آنها یعنی ولید بن تلال و ولید بن ابراهیم اکنون در بازداشت به سر می‌برند به این ترتیب به نظر می رسد محمد بن سلمان تلاش دارد با تسلط بر سگانه قدرت، ثروت و رسانه پایه های حکومت خود را تثبیت کرده و گام های نخست را برای ساختن عربستان بن سلمان بردارد اما آیا ولی اهد موفق خواهد شد؟ طبیعیه برای کشوری که طبق گزارش روزنامه الیوم عربستانی بیشتر از 80 درصد جمعیت اون رو زیر 40 ساله تشکیل میدن اومدن پادشاهی مثل محمد ابن سلمان یه فرصت برای نسل جدید به شمار میره همونطور که با صدور دستوراتی مثل آزادی رانندگی زنان که مدتها یکی از تابوهای جامعه عربستان محسوب میشد و یا کاهش اختیارات پلیس امر به معروف و نهی از منکر باعث افزایش محبوبیت ولیعهد در میون نسل جوان شده اما توسعه فقط منحصر به رانندگی زنان یا محدود کردن پلیس امر معروف و نهی از منکر نیست 25 درصد جمعیت 20 میلیونی عربستان رو خارجیان تشکیل میدن که بخش اصلی نیروی کار فعال این کشور رو تشکیل میده به غیر از بخش های مهندسی صنعت نفت صنعت برق و اداره منابع آبی که عمدتا در اختیار مهندسین اروپایی و به ویژه آلمانیه و بخش درمانی که عمدتا در اختیار پزشکان مصریه ما بقیه خارجی ها حاضرن با درآمد پایینتر از شهروندان عربستانی کار کنند از طرف دیگه عربستان فاقد نیروی انسانی ماهر کافی در حوزه های صنعتیه از سوی دیگر مقامات دستگاه دینی عربستان که برای بیش از یک قرن با ایدولوژی وهابی در این کشور حاکم بوده را نباید نادیده گرفت ایدولوژی که در طول دهه های گذشته میلیاردها دلار در داخل و خارج عربستان برای آن خرج شده است و ریشه دیرینه‌ای در این کشور دارد به گزارش ایندیپندنت اصلاحات اجتماعی ولیعهد محمد بن سلمان می‌تواند نتیجه معکوس ماننده ماجرای محاصره کعبه در سال 1979 در برداشته باشد اجه من ابن در آن زمان جوهیمان الاتحیبی با اده ای از جوانان سعودی که برخی از آنها مانند اسام بن لادن از خانواده های سرمایه دار سعودی بودند وارد حریم کعبه شدند و با تصرف آن اعلام کردند که این اقدام پاسخی طبیعی به حکومتی است که احکام اسلامی را زیر پا گذاشته است در نهایت با وجود اینکه جریان العتیبی سرکوب شد ولی قدرت روحانیون و دستگاه مذهبی این کشور افزایش یافت اگر به همه این عوامل فقدان استراتژی روشن در یک سیاست خارجی تنشزا را اضافه کنیم که هر روز یک بحران برای عربستان سعودی و همسایگانش ایجاد می کند متوجه می‌شویم که نظام کنونی فاقد سازگاری لازم با محیط بیرونی است سازگاری که خود می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه کشور باشد در نهایت باید گفت مطمئنا برای ساختن عربستان جدیدش با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد عربستانی که دیگر سعودی نیست و باید آن را عربستان بن سلمان نامید